بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشه. عزاداری هاتون مورد قبول خدای عزوجل و آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار گرفته باشه ان شاء الله. همونطور که مستحضرید افتخار داریم یک شب دیگه با برنامه سرزمین عشق مهمون خونه های شما باشیم و محفل حسینی شما رو انشاءالله مبارک بکنیم به تصاویری که از شبکه امام حسین علیه السلام با قاب برنامه سرزمین عشق بود. تصاویری از گنبد و بارگاه منور و نورانی آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه از کربلای معلا. انشاءالله که هر آنچه در این برنامه بیان میشه مرضی رضای خدا و اهل بیت اسما و طهارت باشه انشاءالله. اجازه بفرمایید از طرف شما و خودم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه حاجای شریفانی عرض سلام و احترام داشته باشم و انشاءالله طبق روال شبهای گذشته به همراه ایشون وارد بحث امشب بشیم. حاجای شریفانی سلام عرض میکنم خدمت شما و وقت خیلی خوش باشید. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقا و مولای اون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و همه عاشقان، علاقمندان، شیفتگان و عزاداران آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام در سراسر این گیتی از این مکان مقدس سرزمین توبای عشق، توبای عبادت، کربلایی که هر نقطه اش عزاخانه ایست، هر نقطه اش خود بر خودش یک تور سینایی است، یک محل تقرب الی الله عز و جل. حاجا اجازه بفرمایید به روی پا بایستیم، عرض ادب بکنیم به رسم زیارت و بعدش ان شاء الله وارد بحث بشیم. بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام ما برون لحظه های برون لحظه های غربت تنهایی، اون لحظاتی که دیگه تاب استقامت ازت برتافته بود، نزول جناح دگر تاب به استقامت داشت، سید الشهدا بر جدال طاقت داشت. حسین من حواز جور مخالف چو قیرگون گردی، عزیز فاطمه از هست سرنگون گردی، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا سیدی و یا مولای، یا ابوالفضل العباس، یا قمر منیر بنی هاشم، ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لفاطمه الزهراء و
و الحسن و الحسین و رحمت الله و برکاته. وقتی که راجع به گزاره‌های دینی صحبت می‌کنیم، همیشه دو مسئله مورد توجه قرار می‌گیره. یکی ظاهر اون رفتار دینی، ظاهر اون رفتار و اون کاری که انجام میشه، اون عبادتی که به عمل میاد یا صحبتی که با شخصی انجام میشه یا بالاخره هر کاری که خدای عزوجل بر انسان واجب کرده، مثل نماز، روزه و غیره. اینها یک ظاهری دارن و یک رفتاری رو از انسان نیاز دارن که سر بزنه تا بگیم فلان عمل انجام شده. ولیکن این اعمال فقط همین یک بعد رو ندارن، یک بعد حقیقی و باطنی هم هست که اهل بیت عصمت و طهارت در بیان خودشون، در کلام خودشون گاهن از اونها نام بردند و مشخص کردند که مثلا به عنوان مثال حتی در قرآن هم هست، مال حرام همچون آتشی است که به دل ریخته می شود، یا نماز انسانی که نمازخون هست اگر مورد قبول قرار بگیره، حقیقت اون همچون جوانی است که در شب اول قبر در کنار او خواهد بود و تا آخر با او هم صحبت خواهد بود. حقیقت هر امری بسته به جایگاه اون مسئله موضوعی است که چشم دنیوی ما توانایی دیدن اون رو نداره و باید کلام کسی راجع به اونها بیان بشه، کسی راجع به اونها صحبت بکنه که از این مسئله و حقیقت مسائل ارتباط داره. اجازه بفرمایید راجع به زیارت صحبت بکنیم. زیارت، ظاهر زیارت رو همه ما میدونیم به چه صورت هست. اومدن نزد حرم معصومین، کتابچه زیارت رو برداشتن، اذن دخول گرفتن، وارد شدن و خوندن اذکاری و بعد از اون هم تقبیل و بوسیدن ذریح و خارج شدن با مقدمه و اعمالی که بعد از زیارت انجام میشه. ولیکن این زیارت واقعا باطن و حقیقتش چی هست؟ اجازه بفرمایید بحث امشب اون انشاءالله اختصاص داشته باشه به همین موضوع و حاجای شریفانی برای ما بیان بفرمایند که در کلام اهل بیت عصمت و طهارت حقیقت زیارت چی هست. حاجا در خدمت هست. خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت زیارت، همطور که ما قبلا هم گفته بودیم و مجددا تکرار کنیم چون تکرارش خالی از لطف نیست، زیارت یک معنایش این بود که در تمایل و در روایات هم ناظری به همون معنا بود که کلام حضرت رضا علیه السلام رو بیان کردیم که ان لکل امام فی عنق اولیائه و شیعته عهدا و من تمام الوفاء بالعهد زیارت و قبورهم بعدا. برای هر امامی یک تعهد و پیمانی هست به گردن شیعیان و محبینش که از تمامیت وفای به اون عهد و پیمان که زیارت قبور و ائمه رو بعد از اونها میکنه، که اگر کسی با رغبت و تصدیق به اون برکات زیارت بکند، کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیام، ائمه اونها فردای قیامت اون مزور شفیع چنین شخصی میشه. یعنی شفیع میشه، یعنی اینا زمیمه خودش میکنه. شفع یعنی جفت، وتر تک. وقتی شفیع شد این زمیمه خودشون از خودش میتونه دقیقاً. اما یک معنای هم مجدداً به ذهنم خطور کرد که مناسبه و اینه که باید یک نوع معرفت و شناسایی و آشنایی بین زائر و مزور باشه. بله. یعنی باید مزور مسبوق به شناسایی و آگاهی زائر باشه. شما مثلا تصور کنید، شما الان مثلا الان اینجا الان کربلا هست، پا میشید میرید مثلا مسیح، میرید کاظمین، میرید
دیوانیه. دیوانیه میری کسی رو نمیشناسی، ولی یک شخصی رو اونجا میشناسی. در دل شب وقت بی وقت رسیدید اونجا، ولی الان شرعاً اخلاقاً مانعی نداره که به در خونش رو بزن. میرید مستقیم در خونه این شخص رو میزن، در خونه های دیگر نمیزنی. در آدرس رو پیدا میکنی، خیابون فلان، پلاک فلان، میری پلاک پیدا میکنی اینجا. خب چرا این بغلیه نزدی؟ چرا اون طرفیه نزد؟ اینا رو من نمیشناسم. هم زبون هستید، هم کلام هستید، هم شهری هستید، هم دین هستید، هم مذهب هستید، هم کیش، همه چی تک باشد. این را ما با ایشون در یه مسافرتی بودیم، در ایشون در کجا بودیم و به هم یه وعده دادیم که هر وقت مادی دیوانیه بیا مسارت سری به من بزن. پس زائر وقتی به زیارت کسی میره باید اون مزور مسبوق به معرفت این باشه. دقیقا فهمیدی؟ حالا عرض شد که حقیقت زیارت چیز؟ حقیقت زیارت نیست که زائر به دیدن امامی میرود که در عهد الست در عالم زر ما با اینا پیمانی داشتیم. دقیقا لذا پا میشیم میان همه شهرها، استانها، کشورها همه را میپیماییم، در مینوردیم با زمین، هوا، آب، همه جا میایم تا میرسیم به عراق. شهرهای عراق هم کارش نداریم، میان به کربلا، محله های کربلا کار نداریم، کار داریم به تحت قبه الحسین والعباس صلوات الله علیه. این معنای زیارت است که و اما حقیقت زیارت این معنای ظاهریش که البته همین معنای ظاهری هم اشاره به معنای واقعیش هم داره، اما حقیقت زیارت نیست که انسان در این لجه و در این باطلاق دنیا چه پر است. چون تو روایات دنیا را تعبیر کردن به بحر عظیم، یک دریای بزرگی که دارای امواج سهمگین، باطلاق های کشنده، گرداب های خطرناک، درنده های دریا به مراتب بیشتر از درنده های زمین هستند. اونجا ارماهی دارد، مارماهی دارد، کوسه دارد، سگماهی دارد، انواع اقسام درنده ها اونجا هستند. اینه که زیارت معنیش نیست که اگر تو دنیا از تمام جهات تو را این امواج سهمگین بلا دورت گرفت کجا میخوای بری؟ کجا میخوای؟ رو سر آب یه چیزیست به نام کشتی، خود میرسونم به اون. دقیقا مثل اهل بیتی کسفینت نوح، من رکبها نجا و من لم یعتها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه و واقعا رسول خدا در این تشبیه زیبایی که کرده یه چیزی باقی نگذاشته و این حدیث سفینه را کل اهل قبله قبول داره. بله، یعنی هر کس که اهل قبله هست، شیعه و عامه و همه و همه قبول دارن. حتی شاید بعضی از نصارای عرب هم اونا میدونن این روایت رو و قبول دارن که مثل اهل بیت در این امت مثل کشتی نوح. از اون طرف نوح چرا پیغمبر فرمود مثل ها مثل نوح ها؟ چون که قضیه نوح را دقیقا چون شیخ الانبیا بود حضرت. بله. قضیه حضرت نوح را تمام کتب آسمانی بیان کرده. درست. و به گوش تمام اهل زمین رسیده. درست. که یک روزی این زمین را کلن آب فرا گرفت دقیقا و به نوح میگن الاب و ثانی. بله. یا آدم و ثانی، آدم دوم، که نسل بشر از این تعداد معدودی که در اون کشتی بودن مجددن منتشر شد و در اون ایام روی زمین رو کفر، عصیان، معصیت، گناه
همه فرا گرفته، اون آب رو به نفرین نشون همه زرگه. اون آب هم آب معمولی نبود، اون آب آب عذاب بود. بله. اون آب هیچی از آتش کمتر نبود، بلکه بدتر از آتش. اونایی که به اون آب خفه شدن، اگه به آتش سوخته بودن شاید برشون بهتر. دقیقا فهمید؟ مسئله اهل بیت من مسئله کشتی نوحه. اون کشتی نوح که همه تو میدونید، همه خبر دارید، هر اون کسی که دست به این رکاب این کشتی بیاندازد، دقیقا کرد، و به خدمت ناخدای این کشتی برسد، اون کشتی ناخدایی داره که این از امواج سهمگین بلا نجات دارد. و کسی که نیاد هلاک میشه. اون کسی که نیاد هر کیم خود باشه، هر کیم خود باشه، ولو کنعان ابن نوح پسر خود نوح باشه، پسر خود ناخدای کشتی باشه، که پدرش ببیند که بله دارد غرق میشه در همین کوههای موسل و زد به کوه، یعصمونی به جبال رفت به کوه، که خلاصه از انباز درمان شد. ولی برای خدا که کاری نه، خدایی که تا اینجا آب آورده دمت دیگه هم میاره بالا، اون کوته فکری بود. ایشون بنا کرد جزع فزع کردن که فرزندمه. خیلی عجیبیه، خطاب رسید، چرا نکنه؟ حالا اون خطابات که در قرآن سمد نمیخوام بگم که تو از غافلین هستی، ولش کن، ولش کن، ولی دست پرورده خودت باشه، ولش کن. اون کسی که مخالف اهل بیته دهن کجی میکنه، پشت به این کشتی میکنه، ولو ناخدای کشتی نوح باشه باید رهاش کرد. پس حقیقت زیارت نیست که انسان از این گرداب های بسیار سهمگین زندگی هر از گاهی که دلش گرفته میشد میاد اینجا، نیای میبرد، آب میبرد، گرداب ها تو خودت فرود میبرن. نمیدونم خدا نکرده شما دوچار گرداب شدید نشد؟ نه الحمدلله تا الان. من یک مرتبه البته بدون اجازه شما دوچار گرداب شدم و رفقایی که تو آب بودن فریادی زدم و اونا متوجه شدن و اومدن مره که اگر پیچونده بود یه برده بود جای دیگه و خلاصه خیلی خطرناک. گرداب چیزی است که به هیچی ره نمی کنه. باطلاق ها همینطور. دقیقا فهمید. علا کل حال در روایت دارد که امام باقر فرمود که در این عالم افراد زیادی هلاک شدن و سعی کن خودت رو به کشتی برسانی. و در این امت پیغمبر اکرم اهل بیتش رو تشبیه به کشتی نوح کرد. کشتی آبجاش کجاست؟ روز عرض شد که جاده آسفالته که نیست که، کشتی جاش تو آبه، در وسط بلا و مگر آب چیه؟ همین بلا آب جاست که نمیشه پاری بزنی، فرو میری. بله. نه ای کاش فقط فرو میرفتی، اونجا تازه اول مصیبته. دیگه فهمیدی. لذا ائمه اطهار کشتی نوح هستن و هر کسی که خودش رو به این کشتی برسونه به ارسالت که نجات ابدی میرسه. این یکی، این که حقیقت زیارت یعنی سوار بر کشتی نجات. درست. ما ببینید وقتی که فوتروس ملک، نه که همه شنیدن، بله، فوتروس ملک توسل پیدا میکنه به امام حسین، دیگه چیزی برای کسی باقی نگذاشت. فوتروس تو روایت داره که 700 سال قبل از پیغمبر اکرم، قبل از خاتم الانبیا، بله، ایشون در یک جزیره خدا پرتابش کرد برای خاطر مسئله جزئی و او رو مخیر کرد بین عذاب آخرت و بین عذاب دنیا. گفت عذاب دنیا، در حال عذاب دنیا مقطعی و محدود و پایان پذیره، ولی عذاب آخرت اونو من میترسم ازش. رو مژه‌هاش تو یک جزیره معلق و زیرش هم دود بدبوی
از زمین میزد بالا و ایشون اون دود اذیت و آزار میده. الله خب توی 700 سال که تقریبا 200 سال قبل از میلاد مسیح بود، چون بین حضرت مسیح علی نبی و علیه السلام و خاتم الانبیا 500 سال فاصله هست، وقتی میشه 200 سال قبل از میلاد. در طول این مدت خب خیلی شبهای قد بوده، اخبار آسمان بوده، تردد ملائکه بوده و ایشون میدیده ملائکه را، دقیقه نزول وحی بوده بر حضرت عیسی. ولی وقتی که امام حسین متولد میشه میبینه جبرئیل با اون زیر مجموعهش میان بیان، اون وقت میفهمه که خبری هست. اینایی که میان بیان اینا کم کسانی نیستن، اینا توی 700 سال نه قبل از این 700 سال و هزاران سال هم نمیدن. میگه جبرئیل چه خبره؟ برای پیغمبر اکرم مولودی متولد شده، داریم برای تهنیت و تبریک خدمت جدش خاتم الانبیا میشه. او میشناخ که اونی که امروز میتونه مرا از تو این باطلاق از این گرفتاری نجات بدهد اون حسین ابن علی است. 700 سال اینجا خیلی چیز دیده، ملائک زیاد دیده، رهگذران زیاد دیده، رخدادها حوادث زیاد دیده، چون میدونه اینه هیچ کدومشون کاره ای نیستن. اونی که کاره ای هست اون حسین هست. میگد اکنون که برای چنین کاری میری پس یک رسالتی هم از من انجام بده. صعود و نزولی کرد، از گرفت، گفت که سوارش و بردش خدمت خاتم الانبیا و کوچک شد در مدینه و به پیغمبر گفت که یا رسول الله خلاصه مشتری آوردیم برات. رسول خدا هم پاشو دو رکعت نماز خون و یک دعایی کرد و اون دعاش خیلی به اصطلاح هزینه بره. اللهم انی اسألک به حق المولودی که به حق المولود الذی علیک، خیلی حرفه، به حق این مولود بر تو، حقی که این به گردن تو داره، حقوق رو خدا به گردن بقیه حتی انبیا داره. یعنی پیغمبر اینجا فرمود به حق این که حق بر تو داره. خاتم الانبیا به علم نبوت میدونست که ایشون به چه مصائبی گرفتار خواهد شد، که هیچ کسی روی این زمین به این مصیبت گرفتار نشه. حاجت فطرس رو برآورده کن و اینو به مقامات خودش برش کن. فرمود بیا جلو و خودت را به قنداقش بمان. ما یک بچه ای داریم، قنداقه است، سر، دست، همه چی اینا، سر و دست نوعان از قنداقه بیرون هست. نفر و فرو فعلا همون قنداقش برای تو بسته. نفرمود حسین دستت بمال به این، فطرس خودتو به دستش بمال، فطرس بچه رو بوسش کن، مصافحه کن با نه نه نه، فعلا همه قنداقش مست با این قنداقه برای تو بسته. میفهمیم و یعنی چه؟ میتونیم اصلا درک کنیم همین قضیه رو؟ یعنی صحنه ای که دارد انجام میشه، یک گروه حقوقدان بیان بنشینن از اون کوتاهی که ایشون کرد، از این سکوت 700 سالش، از این برخورد با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اون توده بزرگی از ملائکه، حرفای ایشون، همه را اینا را کارشناسانه لحظه لحظه هاش روش حساب بکنن. حالا اومده که دیگه وقت برآورده شدن حاجته. حالا پیغمبر فرمود که بیا جلو خودت بمال به قنداقش برو. شد فطرس. پس اگر به دستش مرده بود چیم شد؟ چه شد که پیغمبر به قنداقش بسته فعلا؟
اون وقت صدا زد انا عتیق الحسین، من آزاد شده محسن. حتی تنها فوتروس نبود، یک ملکه بود به نام دردائیل، یه ملکه بود در یه واقعی به نام سلسائیل، این هر ستشون به قند آقای امام حسین برگشتن به مقامات خودشون، ولی یکشون رفت به مقامات ملکوت که داشت و اونجا هم گفت که هر ساعت که افتخاری کرد که انا عتیق الحسین صلوات الله علیه، و اون دیگری هم در اون مقام خودش، ولی به ایشون گفتن برو، گفت اگر یا رسول الله اجازه دید من دیگه نرم، از خدا اذن بگیرید من دیگه نه. برکتی که از این دیدم این است که هر کسی در هر کجای عالم به ایشون سلام کرد، من سلام اونو به امام حسین برسونم. جایی که فوتروس الان 1400 سال خدماتش این گونه شده، چیزی برای کسی باقی نگذاشت. این مال طبقه ملائکهش، دقت فرمودید، زائر وقتی که به زیارت میاد گرامی میدارد با این زیارتش حق خاتم الانبیا، حق امیر المؤمنین را، حق امام حسن را، حق فاطمه زهرا را که در کامل و زیاره روایت متعددی هست که حضرت فرمود در ایام اربعین حضرت زهرا منتظره، چشم به انتظاره. اینا رو خب چه کارش کنیم با این روایت؟ حضرت زهرا یک نگاه به انسان بکنه بسشه دیگه. گر نگاهی به ما کند زهرا، مثل وجود نه، اصلا خاک وجودت رو طلای ناب میکنه. دیگه فرمودیم زیارت یعنی توجه امام عصر به زائرش، در حال به دعا میکند امام زمان در حق زائر امام حسین. و کدام دعایی میشود دعای حجت ابن الحسن، کدام دلجویی میشود از کسی مثل دلجویی از امام عصر. بله. زیارت یعنی وارد شدن در بهترین درجه و مقام بهشتی، بهترین درجه و مقام بهشتی. یه روایت من در این زمینه که میگم بهترین درجه و مقام بهشتی این است که فردای قیامت هیچ شهیدی نیست مگر اینکه در روز قیامت آرزو میکند ای کاش امام حسین زنده بود و کربلا تکرار میشد، ما میرفتیم کشته میشدیم، امروز منش. خیلی روایت عجیبی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود ما من شهید الا و هو یحب لو ان الحسین، لو ان الحسین ابن علی علیه السلام حی حتی يدخلون الجنه معه. اگر این لو لوی تمنیه دیگه نمیشه، دقیق کرد، اگر که تکرار میشد یک مرتبه دیگه امام حسین به زنده بشود به دنیا برگرد، من کشته بشم که با امام حسین وارد بهش بشه. فردای قیامت تازه حقایق رو میفهمه، حقایق تازه میفهمه. دقیق فهم امام حسین در شب عاشورا چه فهمون؟ فانی لا اعلم اصحابا اوفا و ابر من اصحابی. بله. کجا غلام سیاه امام حسین نمیتونه بشناسی، نمیتونه بشناسی سرست به دیگرا. یک غلامی داشت امام حسین، اسلم ابن عم یه همچه اسمی تو ذهنم هست، ایشون ایرانی بود، مال اهل دیلم بود بین آذربایجان شرقی و اینا و قزوین بین این قسمت ها، هم فارسی صحبت میکرد هم ترکی صحبت میکرد، هم غلام امام حسین بود عربی صحبت کرد، هم قصه قشنگ میگفت، هم طبع شعر داشت، هم دست خط زیبایی داشت برای کارهای نگارش، کارهای نگارشی امام حسین ایشون انجام داد. لحظات آخر که دیگه هیچ کس برای امام حسین باقی نمونده بود، ببینید این شخص اومد خدمت امام حسین در میدان،
و خودشو انداخت زمین. حضرت فرمود نه، تو من اون بیعت نصرتین رو از تو برداشتم، نه لازم نیست، تو غلامی هستی، اهل مثلا عرب نیستی، اهل سرزمین دیگری هستی، نه برو. این نشست و خاک رو سرش، من برم. حضرت فرمود من تو رو بخشیدم به پسرم امام سجاد، خب دیگه از زمام اختیار من اومدی بیرون، تو شدی مال امام سجاد. اومدش خیمه امام سجاد، دید امام سجاد خواب هستن، افتاد رو زمین، حالا بخواد حجت خدا رو بیدار کنه، افتاد رو زمین و بنا کرد کف پای امام سجاد و مالید به صورتش. حضرت چشم گوشو فرمود چرا اینطور میکنید؟ گفت خواستم شما رو بیدار کنم، طاقت نیاوردم. حضرت فرمود چیه؟ گفت من غلام پدرت رو خواستم برم میدان، نگذاشتن، من رو به شما واگذار کرد، من غلام شما هست، اجازه بید خب برم میدان. امام به او ازد به او ازد داد و عصایی از کسی طلب کرد و پا شد نشست، دامن خیمه رو زد بالا، ببینید غلام چه میکنه. جنگ عجیبی کرد، خیلی عجیب، افتاد رو زمین، افتاد رو زمین، یک مرتبه دیدی کسی سرش رو برداشت از زمین، حس کرد که شاید اومده است کسی سرش از تنش جدا کنه، نگاه کردید وجود اقدس و نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید الان این تو این لحظات آخر عمرش من. چه واکنشی امام حسین نسبت به او انجام داد و چه واکنشی این با بدن مجروح داره، جان از بدنش خارج میشه، آخرین لحظاتش، آخرین جملات این غلام چی بود؟ نگاه کردید امام حسین گریست، به قربت امام حسین گریست، امام حسین گریه افتاد، اشکای سید الشهدا افتاد رو صورتش، صدا زد که این صدا رو در واقع به دنیا زد، به تاریخ زد، من مثلی و رأسی فی حجر ابن رسول الله، چه کسی است مثل من که پایان کارش سرش تو دامن پسر پیغمبر بشه. وقتی که این جمله رو امام حسین این کانون رأفت خدا شنید، داشت جان میداد، فوزع الحسین علیه السلام خده و علی خده، امام حسین خم شد. از صورتش گذاشت به صورت این غلام، صحنه واقعا صحنه عجیبی بود. وقتی که این طور دید، باز دوباره یک مرتبه دیگه صدا زد، من مثلی و ابن رسول الله و وضع خده علی خدی، چه کسی از مثل من که بیاد عمری بکند پایان کارش این باشه که سرش تو دامن امام حسین و سید الشهدا علیه السلام، صورتش به صورت من، این گفت و این آخرین کلامش بود، فشهق شهقتا ففازت نفسه و شریف، این بگفت از دنیا رفت. زائر کسی است که خودش در معرض بهترین پایان کار قرار داد، بهترین پایان. وقت واقعا حیف نباشه انسان بیاد توی دنیا زندگی بکنه، هر صورت که عمری خدا به او بدهد، ثروتی به او بدهد، اوقات فراغتی به او بدهد، به این اماکن مقدسه نیا، و یا اینکه به این دستگاه با عظمت اشکال تراشی بکنه، و یا اینکه خدمت نکنه. دفعه لذا فردای قیامت که میشه، به قول امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که شهدا اینا که تو دنیا شهید شدن،
وقتی که امام حسین را و شهدای کربلا را میبینن، وقتی که همین اسلم را نگاهشون، همین را نگاهشون دیدن، ای کاش یک مرتبه دیگه حسین برمیگشت به دنیا و ما با او شهید میشدیم و با امام حسین وارد بهش میشدیم. عنایت فرمود بند زیارت یعنی انسان ادای حق خاتم الانبیا کنه. ببینید ادای حق یه چیزیه که خیلی بهش سفارش شده، درست، که انسان به حقوق مردم، مردم عادی احترام بگذار. در اصول کافی هست که در باب ظلم در 13 روایت هست و در یک بابی داره باب حبس حربت و حبس مال المؤمن، که یک کسی اگر که لو حبس مال المؤمن لیل واحده، یک شب مال مؤمنی رو کسی حبس کنه، قصد نه و حبس، و حبس از قصد بدتره. الله. حبس یعنی چه؟ یعنی جلوگیری کنه که این به این دستش به این منفعت این ملک نرسه، کسب کار اجاره از حال هرچی نرسه. روایت صحیح هست، فرمود فردای قیامت خدای عزوجل اقامه الله علی رجلی 500 سنه، 500 سال سر پا نگرش داره. الله باشه. به طوری که تو عرصه قیامت مغز سرش از زیر ناخون پاش میزنه بیرون و 40 سال بعد ملکی کنارش وایسته و به اهل محشر میگه هذا الذي حبس مال المؤمن، حبس مال الله و مال رسوله، یعنی خدای عزوجل مؤمن را، مال مؤمن را مال خودش و مال پیغمبرش حساب میکنه. خواهیم ببینید حق مؤمن چقدر مثلا رعایت شدنش سفارش شده. در یه روایت دارید که امام صادق فرمود که ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، ما عبد الله به شیء، خدا عبادت نشده، نمیگه به عبادتن، به ذکرن، به فعلن، نه کاری، نه به چیزی، هر چیزی که بوی عبادت، رنگ عبادت شد. خدا عبادت نشده است به چیزی افضل از این که انسان حق مؤمن رو رعایت کنه بهش بده. درفعن. حالا این یه مؤمن عادیه، بابا یا اهل العالم، این کجا؟ امام حسین کجا؟ امام حسین کجا؟ حق خاتم الانبیا کجا؟ حق فاطمه زهرا کجا؟ حق سید الشهدا علیه السلام کجا؟ ازا امام حسین نم ائمه کم فرمان چه حقی دارن؟ حقشون است که لولا الحجه لساخت الارض، به اهل یه لحظه این حجت برداری اهلشو فرون بره. بله. این چقدر حق داره امام زمان به گردن هم دقیقه. لحظه لحظه وجودمون مدیون آقای امام زمان هستیم. ائمه کم فهمون لولانا ما عبد الله. بله. ما عرف الله تا آخر. این چقدر حق حرصت به گردن دیگه همه دارن. وقت تازه این بزرگواران ائمه اطهار نسبت به امام حسین خیلی احترام میکردن. نسبت به امام حسین امام صادق علیه السلام فرمود حق الحسین فریضتون من الله واجبتون علا کل مسلم. جالب این است که اینجا نمیفهمه علا کل مؤمن، حتی دیگران رو باید حق محسن رو رعایت کنه. حق الحسین فریضتون، یک فریضه است، یک امر واجبی است از جانب خدا به بر همگان واجب. لذا علامه مجلسی یک کتاب کوچیک هستشون نوشتن در رابطه با زیارت. ایشون فهمید که احتیاط واجب میکنه ایشون که کسانی که سفر اولشون هست به کربلا میرن باید قصد وجوب بکنن. به خاطر همین رو باید که حق الحسین فریضتون علا کل با فریضتون من الله واجبتون علا کل مسلم، فریضه ایست از جانب خدا، واجب است رعایت این حق بر هر مسلمان. از همه اینا که بگذریم، عرض شد که امام حسین پدر بندگان خدا،
او ابو عبدالله هست. ابو عبدالله هست. هر کسی که امروز سر به سجده حق می ساید و میگد سبحان ربی الاعلا و بحمده، مرهون خون امام حسین. هر کسی که امروز کتابی به نام قرآن باز میکند میخونه، مرهون خون امام حسین. هر کسی که امروز بر حول حوش کعبه میچرخد مرهون خون امام حسین. دلیل اونی که اومده او سرکار بنا داشت که این کعبه رو آتش زد، سوزون، قرآنی باقی نگذره، کعبه باقی نگذره، مکانی به نام مسجد باقی نگذره، عبادتی به نام نماز باقی نگذره. هر چه که هر چی دارد از امام حسین. یک وقتی مرحوم، حالا من اسم ایشونم برم، رزوان خدا بر این بزرگوار، ما تقریبا 3-4 دقیقه تا پایان برنامه، فقط 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. حضرت آیت الله العظمی استحمد خونساری رزوان الله، ایشون پیش نماز در تهران تو بازار مسجد صدر الله وقتی نیت خواست بکنه یه سلام به امام حسین میکنه، صلی الله علیه یا آمان، انت الذي اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى اتاك اليقين الله اكبر. کسی گفت آقا جون وارد نشده چه چه اینا مرجع تقلید، برو میشین صحبت نکن، هر چه که هست امام حسینه، حق الحسین فریضتون من الله واجبتون على كل مسلم. که این نبود هیچی الان رو زمین نبود چیزی، معبدی به نام عبادتگاه و عبادتخانه الهی نبود. علاوه بر این حقوق امام حسین در تفاسیر با در تفسیر عرض شد که زیل این آیه و بالوالدین احسانا نیست که امام صادق فرمود که نزلت این آیه، نزلت فی رسول الله و فی علی صلوات الله علیه. این آیه در رابطه با پیغمبر و امیرالمومنین نازل شد، یا علی انا و انت ابا با حاضر و امام حسین میراث خور پیغمبر اکرم و امیرالمومنین السلام علیک یا وارث رسول الله یا وارث حسن المستوی یا وارث امیرالمومنین صلوات الله علیه. دقیقه اینه که زیارت امام حسین این حق پدر معنوی یا پدر واقعی خودمون رو هم انسان داره ادا میکنه. خیلی ممنون و متشکرم حاجی شریفانی. امشب اگرچه رفتیم و با صحبت‌های شما به حقیقت زیارت سفر کردیم، باز هم مقام و منزلت آقای امام حسین علیه السلام و تلالو نور آقای امام حسین علیه السلام بود که محفل ما رو روشن کرد و با نام آقای امام حسین علیه السلام بیشتر اونس گرفتیم. حقیقتا خیلی لذت بخش تعبیری که زیارت در حقیقت اون حرکتیه به سمت رفتن برای نشستن در کشتی نجات و قرار گرفتن در کشتی نجات. پس این مسیر باید طی بشه، بدون این مسیر نمیشه سوار کشتی شد، نمیشه وارد کشتی شد. باید مسیر زیارت طی بشه، باید با دلهای آماده به زیارت آقای امام حسین علیه السلام آمد، گدایی کرد، درخواست کرد و انشالله که آقای امام حسین علیه السلام هم کریم ابن الکریم، دست رد به سینه هیچ کس نمیزنه. خیلی ممنون و متشکرم، بسیار استفاده کردیم. انشالله که آنچه بیان فرمودید و آنچه ما شنیدیم و ثواب اون انشالله ذخیره شب اول قبل قیامت همه ما باشه انشالله. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و انشالله ادامه بحث رو بشن بعد موقعیم. خیلی ممنون. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، همراهان برنامه سرزمین عشق شبکه امام حسین علیه السلام، خیلی ممنونم از اینکه تا به این لحظه شما هم با برنامه ما همراه بودید. برنامه خودتون، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما برای ما ارسال بکنید و هر کجا که هستید ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. التماس دعا و یا حسین. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه،
پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان.